سومین دور جمع‌آوری معتادان بی‌سرپناه از شهر هرات. این بار 510 معتاد برای جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا در ایام عید جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. پس به هدایت وزارت محترم سرطانه قرار شد که برای 700 نفر معتادین بی‌سرپناهی که در بین بازار و سرک ها هستند اینا جمع‌آوری بشه و در مراکز تداوی اعتیاد نگهداری بشن برای مدت 6 ماه که تقریبا 200 نفر از این جمع‌آوری شده از این تعداد و قرار است امروز 500 نفر دیگه هم جمع‌آوری بشه. در این دور جمع‌آوری معتادان اتحادیه مراکز خصوصی ترک اعتیاد نیز شانه به شانه ریاست صحت‌عامه هرات گام برمی‌دارد. این معتادان برای 6 ماه در مرکز ترک اعتیاد زیر درمان قرار خواهند گرفت. کمپای ترکیتا همیشه در قسمت جمهوری متادین در هرات نقش فعال داشتند. این بار با تفاوت دیگری با همکاری ریاست صحت‌عامه به تعداد 500 نفر از متادین از شهر جمهوری میشن که یاشه باتی از اینا ریاست صحت‌عامه مسئولیت دارن و زمینه ترک اعتیاد و نگهداری و مراقبت از اینا برای مدت 6 ماه به عهده کمپای ترکیتا است. شماری از معتادان هم با استقبال از روند جمع‌آوریشان میگویند که پس از ترک اعتیاد باید فرصت‌های شغلی نیز برایشان فراهم شود. از اینکه دولت برای ما کمک میکنه یک بعد این ترک از بیکاری هم عمل میشه که آدم بیکار باشه، از دولت خود میخواییم که همین که ترک میکنیم برای ما یک کار چیزی هم در فکر خود بگیره که ما چون که پس اگه ما بیکار باشیم پس هم به روی هم عمل میریم. به ایران رفتیم کار میکردیم، اونجا رفیقا آمدیم بچه هم میزنه شعبا جمعه، ما هم رفتیم نشستیم کشیدیم، تعرف کرد و کشیدیم، بالاخره محتاج شدیم. دولت هم ممنونم که کمک میکنه، انشاءالله که کمک کنه ما بریم یه جای کار و چیزی برامون سرپناه چیزی بده که کار کنیم برامون کمک کنه. با شیوع ویروس کرونا در افغانستان وزارت صحت عامه 14 میلیون افغانی را برای جمع‌آوری و درمان 700 معتاد در هرات اختصاص داده بود. این آخرین دور جمع‌آوری معتادان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت است. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات.